سلام، فرداد عظیمی هستم. امروز پنجشنبه دوم فروردین 1403 میخوام یک مکان جالب رو با شما به اشتراک بگذارم. در شهر مرسین هستیم، ترکیه، و آثار باستانی دوره بیزانس، همونجور که احتمالاً اطلاع دارید، رومی ها در ترکیه اقامت طولانی داشتن و ترکیه دروازه ورود رومیا به آسیا بوده. در اینجا هم آثار باستانی مربوط به بازماندگان دوره بیزانس وجود داره که نشون دهنده قدمت این شهر و این بندرگاه تاریخی هست. توجه شما رو به این مکان زیبا جلب می‌کنم. همینجور که می‌بینید این ستون‌های سنگی مربوط به بندرگاه و قلعه بسیار قدیمی در دوره بیزانس در شهر مرسین هست و این آثار تا به امروز به این شکل نگهداری شده. متأسفانه در طول تاریخ بر اثر جنگ‌ها و بلایای طبیعی این بنا آسیب جدی دیده و الان فقط ازش به عنوان یک سری آثار باستانی حفاظت شده حفاظت میشه. روبروی این مکان دریای مدیترانه هست، جنوب مرسین، و از اینجا این بندرگاه وصل شده به این ساختمان های باستانی. اون جلو هم آثار کمی از دوره بیزانس کنار دریا وجود داره که از اونم تصاویری حتما خواهیم گرفت. در بین آثار تاریخی این منطقه شهر باستانی سلوی در کنار دریا در 14 کیلومتری مرسین رو میتوان نام برد. این شهر که در قرن 7 قبل از میلاد از طرف مهاجرین رودوس ساخته شده، نام سلوی به معنای خورشید دادن. پومپئوس ژنرال رومی به بازسازی این شهر کمک شایانی کرد. به همین خاطر نام این شهر رو به پومپئوپولیس تغییر دادن. اینجا یکی از مراکز مهم اسقف اعظم در دوران بیزانس روم بوده. به این شهر که بر اثر زلزله فرو ریخته ویران شهر نیز گفته میشه. بقایای بناهای این شهر عتیق که تا به امروز هم مونده متعلق به بندر، حمام و قنات‌های آبی هستند. این نکته هم اشاره کنم که شهر مرسین مرکز پرورش نارنگی، پرتقال و لیمو هست. همینجور که میبینید این ستون ها تا اون انتها ادامه داره. و خیلی مکان بزرگی بوده. مرحبا. Eğer açıklama var tarihçe. Antik liman orada. Antik liman 1. yüzyılın sonunda yapılmış. Yani yaklaşık 1900 sene önce yapılmış. Ama şehir ilk milattan önce 7. yüzyılda, yani yaklaşık 2700 yıl önce kurulmaya başlanmış. İsmi Soli. Soli antik şehri. Soli antik. Soli antik şehri. Burayı da alabilirsin. Soli Pompeopolis. İsmi şehir Soli. Soli. Pompeopolis bu de. Ve ince om muhtesel der mode tarihçesi tozik dedi şöyle. Ve hala ben inharı kamerler kıdmetten etmeye erayım. İn sakoyu ki der ob hast همون باقی مانده آثار اسکله دوره بیزانسه و اینجا قدیم در زمان اقامت رومی ها اینجا اسکله بارگیری و جابجایی نیروها و امکانات بیزانسی بوده. خب اینجا هم قسمت دیگه از این اسکله تاریخیه که من میرم جلوتر که بقایای این اسکله رو تو آب نشون بدم. این سنگ‌ها تاریخ 2700 ساله دارن. این سنگ‌های قرمزی که می‌بینید
ما الان روی اسکله هستیم و اینجا آثار باقی مونده از بافت قدیمی این اسکله رو میبینید، سنگ هایی که به طور طولی اینجا قرار داده شده قبلا دیوارهای این اسکله بوده. در طول تاریخ بر اثر جنگ ها و بلایای طبیعی از بین رفته و فقط همینه مونده. نام ترکیه فعلی شهر کانلی دیوانه یا دیوانه خونین به احتمال برگرفته از نام یونانی و قدیمی کانیتلیس به معنای دیوانه خونین گرفته شده و شاید به خاطر خاک سرخی هم باشه که در محیط وجود داره. البته بنا به یک روایت ممکنه به یه افسانه وحشتناکی هم اشاره کرده باشه که بر اساسش جنایتکاران در دوران رومی با پرت کردن آنها در گودال عمیق اعدام شده بوده. خب اینجا هم از زاویه دیگه به این دره داریم نگاه میکنیم و اون سنگ نگاره ها از اینجا هم دیوار نگاره ها مشخصن. الان تصویر رو من میارم مرکز، اون دیوار نگاره ها اونجا مشخصه. کسی که باعث شده ما به این مکان منحصر به فرد برسیم همین آقایی که جلوی ما داره راه میره، آقا مراد، از دوستان خوب ترک ما که ما رو به این جایی منحصر به فرد آورد و داریم لذت میبریم. قلعه شاهنشین که اینجا قلعه شاهنشینه، اینجا چون محصول زیتون جزء محصولات اصلی هست در نگاره هاشون هم از این المان زیتون و برگ زیتون استفاده میکنن. الان روی ستون ببینید اینجا المان برگ زیتون رو داریم که توی اکثر ستون های اینجا این المان رو گنجوندن، سردر خونه های قدیمیشون هم این رو گنجوندن. زیتون یک میوه محصول بهشتیه برای اینا و اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. در دین اسلام هم
به تین و زیتون اشاره شده به خاطر اهمیت این محصول. اینجا هم باز روی ستون هم این علامت و نگارگری رو میبینید و همچنین این ستونه که بیرون این بنا ساخته شده. بنا به روایت این بنایی که نشونتون دادم کلیسا بوده، حالا یا مرکز فرمان روایی یک نفر بوده که حالت شاهنشین داشته و خب نشانهایی از علائم کلیسا و مذهب هم هست که از دوره بیزانس اینجا اهمیت داشته بابت برگزاری مراسم مذهبی و دعا. و این کلیسا هم بزرگترین کلیسا اینجاست. اینجا چهار تا کلیسا میگن داره که این چهار تا کلیسا بزرگترینشون همین کلیساست که الان همین بناست که اینجا ما داریم میبینیم و مشرف به دریاست و تو بهترین نقطه این کوه و تپه بنا شده. بله همینجور که میبینید این بنا رو نوشته کلیسای بزرگ و همون روایتی که کلیسا هست صحیح تر و اون قسمتش هم اوچایاک مزار آنیت که همون قبرستانی بود که خدمتون نشون دادم و اون طرف قرار داره. Thank you.
Burası Tristilos anıtı. Anıt mezar. Mezar yani kabristan. Şurada mezarlığın yanında bir şey var, onu göstermek istiyorum. Burada yazıyor zaten tabloda da. Bu alanda birçok zeytin ağacı var, görüyorsunuz. O zaman da kayaya, yani yerdeki kayaya bu şekilde şeyler açıyorlarmış. Pres yapmak için yer açıyorlarmış. Burada sıkıp yağ buraya akıtıp buradan da topluyorlarmış. Yağ, zeytinyağını. Buradan topluyorlarmış. Nedeni ne bunun? Nedeni şu. Zeytini toplar toplamaz hemen yağını çıkartmak. Yani zeytin daha bozulmadan, taşımadan, götürmeden yağını burada çıkarıp yağını taşıyorlarmış. Bunun gibi bir sürü zeytinliğin içinde şey var diyor. Yani zeytin sıkma yerleri var diyor. Oradaki tabloda yazıyor bu. Kaç tane var? مزاری بود که خدمتتون توضیح دادم. کنار این مزار، این مکانی که نشون دادم محل آبگیری زیتون مستقیم از درخت بود، یعنی از درخت که جمع میکردن این زیتون ها رو میومدن اینجا و آبگیری میکردن و در اون چاله جمع میشده روغن زیتون و از این چاله ها چندین مکان در این شهر هست که این کار میکرد. این هم احتمالاً مزار یکی از اقتصاد مهم نشون باید باشه که داخل که کاری که زیاد است و این احتمالا مزار یکی از علمای مذهبی شما اطلاعات تکلیف در کامل توضیح کنم.